با صمیمانه‌ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و حدود 50 دقیقه با همکار خوبم آقای سپهر در خدمتتون خواهیم بود و با مهمان ارجمند برنامه امروز آقای مهندس حسن شریعت‌مداری. مسئله شکست جمهوری خواهان در مورد در واقع مخالفت پیگیری رو که داشتن با برجام و هزینه های بی نهایت زیادی رو که لابیست های اسرائیل و جمهوری خواهانی که واقعا کمر همت بستن که نگذارن که این برنامه به نتیجه برسه، موفقیتی رو نصیب آقای اوباما کرده که تا این لحظه او میتونه در واقع خوشحال باشه که تا این مرحله کار وضع به نفع او بوده. لکن بلافاصله امروز صبح ما شنیدیم که در مجلس نمایندگان قطعنامه ای رو به تصویب رسوندن جمهوری خواهان که به موجب اون آقای اوباما تا سال 2017 یعنی پایان دوره ریاست جمهوریش اون حقوق قانونی رو که داره، اختیارات قانونی رو که داره برای وضع تحریم ها و یا لغو تحریم ها محدود بشه، اون اختیار قانونی او، و معلوم نیست که این تا چه حد بتونه جلوی تندروهای جلوی اقدامات آقای اوباما رو بگیره و سنگ دیگری باشه در مسیر راه پرسنگلاخی رو که او طی کرده. در این مورد حتما با مهمان ارجمند برنامه امروز صحبت خواهم کرد. مسئله آوارگانی که روز به روز داره پیچیده تر میشه، اقداماتی رو که خانم مرکل کردن و در واقع سعی میکنن چهره انسانی رو از آلمانی که سابقه بدی در جریان هولوکاست داشته به دنیا ارائه بدن، مسئله بقیه کشورهای اروپایی و رفتار بسیار زشت و زننده‌ای که در واقع بعضی از کشورها، مجارستان به خصوص، با این بخت برگشتگان داشته، مسئله یک خبرنگار زنی که در حین فیلم برداری از فرار یا هجوم این پناهندگان، پناهجویان دیده شده و واقعا عده‌ای رو تکان داده، پشت پا گرفتن او از مردی که با فرزند بسیار خردسالش که در بغلش بوده او رو به زمین زده و یا با مشت و لگد به عده‌ای هجوم آورده که البته او رو از کارش برکنار کردن در مجارستان، صحنه‌هایی است که واقعا دل بسیاری از انسان‌ها رو به درد میاره و معلوم نیست که پیامد این جریان به کجا بیانجامه. انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و تعداد نسبتا زیادی از داوطلبان شرکت در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2016 و چهره های مختلفی که از طرف حزب جمهوری خواه خودشون رو داوطلب کردن و دارن مبارزاتی رو شروع میکنن، وضعیتی رو که خانم کلینتون پیدا کرده در ادامه وضعی که پیش آمده و استفاده ایشون از ایمیل خصوصیش برای رد و بدل کردن ایمیل های گاهی محرمانه که نباید، یا سری که نباید در واقع از این سیستم استفاده می شده، و دفاع ایشون در این زمینه که قانونی در این زمینه وجود نداشته و ایشون بیقانونی نکرده، ولی بعد از مدتی که در این رابطه نتونست حمایتی برای خودش به وجود بیاره و محبوبیتش در نظرخواهی هایی که شده بود پایین می رفت، یکی دو روز پیش بود که آمد و در این مورد
به صراحت در آمد گفتش که من اقدامم اقدامی است که وقتی که فکر میکنم میبینم منطقی نبوده و معذرت خواست از این اقدامی رو که یعنی کارهایی رو که در این زمینه کرده. به هر حال این شرایط در امریکا ادامه داره. آقای دونالد ترامپ دوباره یک دستگل دیگه به آب داده و تنها زن داوطلب ریاست جمهوری امریکا رو با لحنی تمسخرآمیز به واقعا قیافه ظاهری او اشاره کرده و گفته ایشون به قیافه این آدم نگاه بکنید و آیا فکر میکنید که امکان داره که یک فردی با این شکل و شمایل رئیس جمهور امریکا بشه. گروه های طرفدار زنان و بسیار گروه های فمینیستی به شدت در مقابل آقای دونالد ترامپ ایستادن و از این صحبت هایی رو که میکنه انتقاد کردن، ولی دونالد ترامپ دونالد ترامپه و کارهایی که میکنه غیر قابل پیش بینی است و تا اینجای کار هم هنوز بالاترین ریتینگ یا بالاترین آمارگیری های موقت رو یا به اصطلاح نمونه ای رو به خودش در واقع نسبت داده و تونسته استفاده بکنه از این. یکی از نکاتی رو که در این زمینه مطرح میشه این هست که در امریکا این مسئله قلدر بودن، حلمن مبارز طلبیدن، حرفای بزرگ زدن راجب زدن و کشتن و قاطع بودن و اینها خریداران زیادی رو داره و به خصوص توده مردم امریکا دوست دارن کسانی رو که میان و صحبتهایی میکنن که به خلاف اون چیزیست که عرف و منطق و روال اجتماعی روز اجازه میده و آقای ترامپ داره از همین موضوع استفاده میکنه. در مورد برجام هم دیروز با آقای تد کروز که یکی دیگر از این داوطلبین هست در واقع این موضوعی رو به میان کشیدن، ادعی رو جمع کردن جلوی کنگره و در مخالفت با برجام صحبت‌هایی کرد آقای تد کروز و حتی سران دولت امریکا رو ادعی ابله و نادان در واقع به عنوان ادعی ابله و نادان نام برد. در مورد امروزی که برنامه داره ضبط میشه در استودیوی ایران فردا در لس آنجلس و 20 شهریور 1394 هست و 11 سپتامبر، بار دیگر امروز یادآور اون حمله ای است که عده تروریست کردن به دو برج رفیع تجارت بین المللی و اونها رو مثل فانوس در واقع منهدم کردند و امروز یک ساختمان بسیار زیبا، یک آسمان خراش بسیار زیبا به جای اون ساخته شده و یادبودی رو که اونجا ساختن، آبنما و اسامی این گروه بسیار بسیار زیبا و دیدنی است و این هم یکی دیگه از مسائلی است که دنیا باش روبرو شد و شاید اگر هر کشور دیگه‌ای به جای امریکا می بود نمیتونه سر بلند کنه بعد از این حادثه. خب اجازه بدید که برویم و صحبتمون رو در آلمان با آقای مهندس شریعت مداری آغاز بکنیم. این شما و این آقای مهندس شریعت مداری در آلمان. بینندگان گرامی، همونطور که در آغاز برنامه خدمتون عرض کردم، مهمان ارجمند برنامه امروز آقای مهندس حسن شریعت مداری هستم و من تشکر میکنم از اینکه همیشه با لطف و بزرگواری دعوت من رو برای شرکت در برنامه پذیرفتن و من و شما بینندگان عزیز تونستیم از نظرات بی‌طرفانه، منطقی و در واقع مطالعه شده ایشون برخوردار بشیم با تسلطی که ایشون به
مسائل کشورمون دارن و اینکه یکی از شخصیت‌هایی هستن که همواره صحبت‌هاشون مستدل هست و مورد توجه و صحبت‌هایی رو که برآوردهایی که می‌کنن، پیش‌بینی‌هایی که می‌کنن راجع به مسائل مختلف ایران، اکثر قریب به اتفاقش چیزایی که اتفاق می‌افته با دانش وسیعی که ایشون دارن در شرایط کشورمون. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من هم سلام دادم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان و بینندگان شما. خیلی ممنونم. آقای مهندس شریعت مداری، امروز 11 سپتامبر هست، روزی که اون فاجعه بزرگ اتفاق افتاد در امریکا و البته امریکا شاید تنها کشوری است که تونست در مقابل یک چنین اتفاق وحشتناکی دوباره قد علم بکنه. الان به جای اون خرابه ها، به جای اون تلی از آهن و سیمان، یک بنای، یک آسمان خراش زیبای دیگه احداث شده و یک منطقه رو هم در همونجا به عنوان یادبود کسانی که جان خودشون رو از دست دادن ساختن که بسیار زیباست، با اسامی تمام کسانی که جان باختند. در سراسر دنیا در مورد این قضیه صحبت شد، در ایران عده‌ای از جوانان ما همدردی رو اعلام کردند، ولی مثل اینکه رژیم جمهوری اسلامی از این بابت نه تنها اظهار نگرانی و همدردی نکرد، هرچند که اگر اشتباه نکنم آقای خاتمی یک جمله ای رو در این رابطه گفت، ولی کلن مقامات جمهوری اسلامی در این مورد هیچ گونه اظهار تأسفی به اون صورتی که انتظار میرفت نداشتند. بله، متاسفانه در مقابل این حادثه که نقطه عطفی در تاریخ معاصر آمریکا بود و بسیار در سیاست‌های بعدی آمریکا و سیاست خاورمیانه‌ای اون و متحدانش اثر گذاشت، نه تنها هیچ اظهار تأسفی نکردند مقامات اصلی جمهوری اسلامی، بلکه همواره یک تئوری توطئه و اینکه این آمریکایی ها بودند و یا بخشی از آمریکایی ها بودند که این حادثه رو به وجود آوردن برای مقاصد خاصی در بین اونها و بخشی از توده ناآگاه کشورهای اسلامی تکرار می‌شد و تفسیر رسمی اونها این بود که آمریکا برای مقاصدی که در خاورمیانه داره در حقیقت این خودش اینها رو منفجر کرده یا گروه‌های از آمریکا منفجر کردن و این تئوری توطئه چنان در بین اونها قوی بود که فکر میکنم هنوز هم عده زیادی از اونها همینطور فکر میکنن و اصل قضیه رو زیر سوال میبرن. واقعا باعث نهایت تأسفه که در کشور ما هنوز چنین افرادی باشن و چنین تفسیرهایی سیاست رو تعیین بکنه و بر زندگانی مردم اثر بگذاره. خیلی متشکر. آقای مهندس شریعت مداری، در خود امریکا هم استفاده از فضای مجازی موجب شده که گاهی شایعات و همون مسئله تئوری توطئه آنچنان مطرح میشه در بعضی از سایت های اینترنتی که هم خنده داره و هم این که میتونه واقعا روی ذهن عده اثر بگذاره، از جمله این که بسیار دیده میشه که مطالبی نوشته شده در این مورد که امریکا خودش، آقای بوش داده اونجا دینامیت کار گذاشتن، بمب کار گذاشتن که این اتفاق بیفته، که البته تمام کارشناسانی که این حادثه رو بررسی کردن، از جمله یک دانشمند ایرانی که در عضو گروه 4 نفره تحقیق بود، دقیقاً توضیح دادن که این اتفاق چطوری افتاده و چطور این ساختمان‌های بسیار رفیع کلاپس کردن، فرو ریختن، مثل به اصطلاح فانوس تا شدن و روی زمین ریختن. به هر حال این چیزایی است که ما در فضای مجازی می‌بینیم و شایعاتی که از جمله بانک مرکزی امریکا رو یک عده یهودی پولدار که مقیم آلمان هستن اداره میکنن، سرمایه دارانش اونها هستن و از این قبیل صحبت ها، و امیدوارم که
بسیاری از و عده‌ای رو من می‌بینم که استناد می‌کنند به این گونه مطالب و بسیاری از شایعاتی که در مورد کشورمون هست که چه اتفاقاتی افتاده اونجا و نمی‌دونم مسئله رفتن آقای خامنه‌ای و تعلیم دیدن در روسیه و این گونه مسائل که وارد اون بحث نمی‌خوام بشم. آقای مهندس، خانم مرکل با اقدامی که کرده یک محبوبیت جهانی برای خودش و یک در واقع پاکسازی سابقه گذشته آلمان رو در زمینه آنچه که در هولوکاست اتفاق افتاد داره یواش یواش سعی میکنه اون رو از اذهان به دور بکنه، هرچند که امکان یک چنین چیزی وجود نداره و به هر حال پرونده خوبی رو برای خودش باز کرده. چیه نظرتون و اونجا گروه های موافق و مخالف رو به چه صورت میبینید؟ بله، ببینید امروز موقعیت آلمان قابل قیاس با موقعیت آمریکا بعد از جنگ اول و دوم جهانی. نوعی کعبه آمال کسانی شده که از خشونت و جنگ به یک سرزمین موعود میخوان پناه ببرند و یک زندگانی جدید رو شروع کنند. آلمانی ها خودشون از جمله ملت هایی بودند که این موج مهاجرت به آمریکا رو اغلب این بخت برگشتگانی که از جنگ اول جهانی فرار میکردند و بعد از نظام فاشیستی هیتلری فرار میکردند، یهودیانی بودند که از آلمان بودند، آلمانی هایی بودند در جنگ اول که در مقابل منازعاتی که با فرانسه داشتند در میرفتند و بنابراین به خوبی ملت آلمان در ضمیر ناخودآگاه خودش میدونه که چه روزهای سختی است و چگونه باید حیثیت خودش رو در این طرفداری از آمدن مهاجران تثبیت بکنه. البته مسئله بزرگی است، یکی از مسائل پیچیده اروپا است و آینده اون به هیچ وجه معلوم نیست، برای اینکه وقتی شما 100,000 پناهجو رو قبول میکنی خب این باعث تشویق میشه که عده دیگری تشویق به مهاجرت بشن و به هر صورت پذیرفتن مهاجر ظرفیت خاصی رو بر هر کشوری داره و حتی آلمان که بسیار قوی است ظرفیتش نامحدود نیست. در حقیقت خود مهاجران هم میدونن که این راه حل نیست و یکی از نویسندگان مهاجر عراقی به خوبی در مقابل فرانسوا اولان گفت، یک خانم ایزدی، که من میخواهم به عراق برگردم برای اینکه مهاجرت راه حل ما نیست. اروپایی ها و آمریکایی ها بهتر است که این سرمایه گذاری رو در همون سرزمین ها کنند، جنگ رو مهار کنند، بدبختی رو مهار کنند، شغل ایجاد کنند، صلح بر مقام بیارن، که این در حقیقت مهاجرت عمومی که میدانید دو چیز تمدن ها رو ایجاد کرده و تمدن ها رو به هم زده، یکی جنگ است و دیگری مهاجرت، و امروز هم جنگ و هم مهاجرت در خاورمیانه بیداد میکنه و سرنوشت خاورمیانه و اروپا هر دو عوض خواهد شد اگر این موج ادامه پیدا بکنه. اروپا با تغییرات بسیار بزرگی مواجه خواهد شد، ترکیب جمعیتیش، فرهنگش و آیندهش عوض میشه و این تغییرات بسیار بزرگ قابل پیش بینی نیست، ولی مهمان نوازی آلمانی ها واقعا دیدنی است. عده زیادی از مردم جمع شدند، لباس جمع میکنند، کمک میکنند در اسکان این آوارگان و این همیاری واقعا یاد گرفتنیه، هرچند که ما در ایران هم نمونه های بسیاری در موقعی که پناهندگانی از افغانستان و جاهای دیگر می آمدن بین مردم داشتیم. متاسفانه حکومت ما نتوانست این مهمان نوازی رو خوب ادامه بده و امروز ما شاهد نارضایتی مهاجرانی هستیم که از تبعیض در ایران رنج می برن. اما در آلمان با وجود اینکه یک جنبش اکستریم نئونازی در این کشور وجود داره، مثل اغلب کشورهای اروپایی یک نوع ناسیونالیسم افراطی وجود داره، ولی اکثریت مردم میخوان که این مهاجران بیان اینجا ادابته بشن، آینده بهتری پیدا بکنن و زندگی خودشون رو با اونها در هم بیامیزن و به مشارکت بگذارن، با وجود اینکه همه اذعان دارن که این راه حل نهایی نیست و برای این افراد باید در مملکت خودشون
کار آینده و آرامش و صلح ساخت. خیلی ممنونم آقای مهندس یریعت مداری. این شرایطی که پیش آمده همونطور که فرمودید واقعا معلوم نیست که به چه صورت ادامه پیدا بکنه. آیا این گروه های مخالف واقعا میتونن کاری از پیش ببرن و یا اینکه به دنبال نطقی که خانم صدر اعظم آلمان انجام دادن و گفتند که ما مجبور هستیم طبق اون چی که رویه آلمان هست از حقوق افراد به اصطلاح پشتیبانی بکنیم و حامی اونها باشیم، آیا یه مقداری ساکت شده این اعتراضات یا اینکه فکر میکنید که اینها میتونه مسئله ساز باشه در آینده؟ نه خیر، مسائلی به وجود میاره. ما در گذشته گروه های اکستریم ناسیونالیستی داشتیم که در نیروهای امنیتی و پلیس نفوذ کرده بودند، عده‌ای از مهاجران از جمله ترک‌ها رو کشته بودند، پرده از روی این کارها برداشته شد به مقدار زیادی، البته در اندازه‌ای که مسائل امنیتی اجازه میداد و جلوش گرفته شد. اینا گروه های حاشیه‌ای هستند، در انتخابات حتی رأی ورود به مجلس رو در مجلس سراسری رو پیدا نمی کنن، در بعضی از ایالت ها میتونن به مجلس برن، ولی به هر صورت در اینکه جامعه اروپا در آینده هرچه مهاجران بیشتر بشن پولاریزه تر خواهد شد و کمک خواهد کرد به خیزش این گروه های به شدت ناسیونالیست شکی نیست، ولی در این شک هست که اینها در آینده بتوانند اکثریت داشته باشند، به خاطر اینکه مهاجران به تدریج حق رأی به دست میارن، جزو تابعین این کشورها میشن و طبعا همیشه نسبت اونها نسبت به این اکستریم ناسیونالیست ممکنه بیشتر باشه. به هر صورت به هیچ وجه نمیشه آینده رو پیش بینی کرد، فقط میشه حد زد که اروپا خواهد توانست این مسئله مشکل رو پشت سر بگذاره، هرچند که با چالش های بزرگی مواجه خواهد. من آخرین سوالم رو در این رابطه باتون در میون میگذارم. این که گفته میشه که یکی از اهداف خانم مرکل این هست که از وجود عده‌ای از این پناهندگان که تحصیلات عالیه دارن میتونن در اقتصاد آلمان که کمبود نیروی انسانی داره کمک بکنن، آیا این واقعا یکی از مسائلی است که در نظر گرفته شده یا اینکه خب آلمان امروز اگر بخواد اعلام بکنه که به نیروهای متخصص احتیاج داره، مثلا ایرانی ها رو به کمک به طلبه به طور قطع هجوم اونا قابل پیش بینی هست که تا چه حد از مغزهای تحصیل کرده ما به آلمان خواهند رفت، به چه صورت میبینید این رو و این استدلال رو؟ اولا در مورد خانم مرکل، ایشون بانوی بسیار کاردان، شجاع و معالندیش، سابقش در آلمان شرقی باعث شده که یک سمپاتی و محبت خاصی به کسانی که از نظام‌های توتالیتر و خشونتگرا رنج می‌برند داشته باشه و این احساس شخصیش بسیار اون رو از حزبی که نمایندگی می‌کنه متمایز کرده. حزب CDU چنین محبتی رو نسبت به مهاجران در گذشته نداشته. واقعا خانم مرکل یک استثناست در این میان و واقعا یک نمونه در همه اروپا میتونه باشه. اما در مورد اینکه از نیروهای متخصص استفاده کنند، آلمان سال هاست که سعی میکنه از هند و کشورهای دیگه متخصصین بسیار عالی بیاره، ولی در مقابل شرایط آمریکا در حقیقت موفق نبوده و متخصصین درجه یک حتی اگر با آلمان میان اینجا رو یک جایی میبینن که چند سالی رو سر کنن و بعد به آمریکا برن، ولی در بین این کسانی که میان نه به خاطر اینکه متخصص جذب کنند، بلکه سیاست این شده که متخصصین اینها رو جدا کنند، کسانی رو که کار بلدن جدا کنند و برخلاف گذشته که حق بیکاری میدادن و به اینا کار نمیدادن و کار رو به کسانی میدادن که تابعیت داشته باشن، حالا بدون اخذ تابعیت به اینا اجازه کار بدن و اینا زودتر مشغول کار بشن. در بین اینا کارگران فنی، پزشکان، حقوقدانان، مهندسین، انواع و اقسام متخصصین هستند
ولی متخصصین درجه یک به اون معنایی که آلمان در سطح جهانی دنبالشون بود در بین اینا کمترن. متخصصین متوسط و نیروی کاری هستن که به درد آلمان البته خواهند خورد. باید توجه کرد که جمعیت آلمان و اروپا به طور کلی داره پیر میشه و این ناسیونالیسم اروپایی نمیگذاشت که این پیر شدن جمعیت رو موج مهاجرین جوان جبران کنه. شاید این یک توفیق تاریخی و جبریست که علارغم این ناسیونالیسم نهفته در ذات اروپایی ها جبر تاریخ باعث شده که جمعیت اروپا ترکیبش جوان بشه. بیشتر از 70% جمعیتی که میاد جوان هست و در حقیقت هرم سنی را در اروپا تغییر خواهد داد و این یکی از چیزهاییست که مسائل بزرگیش که قاره پیر اروپا داشت و امروز ممکنه که این مسئله خود به خود عوض بشه. متشکرم بینندگان گرامی، با آقای مهندس حسن شریعت مداری در آلمان گفتگو میکنیم. آقای مهندس، داعش ادعا کرده که 10,000 نفر از اعضای فعال خودش رو بر زده بین این گروه هایی که در واقع پناهندگی میخوان از کشورهای دیگه. تا چه حد این ادعا رو درست میدونید و تا چه حد کشورهای اروپایی و به خصوص آلمان که بیشترین تعداد رو فعلا تقبل کرده که به پذیره میتونه درست باشه و چه اقدامات و چه تمهیداتی رو در نظر گرفتن که جلوی ورود این افراد رو بگیرن اگر درست باشه؟ بله، این که این رقم درست است یا نه هیچ کسی نمیدونه، ولی سازمان امنیت آلمان اختار کرده که داعش در صدد شکار کسانی از بین این مهاجرین هست. یعنی حتی اگر نفرستاده باشه، طالبان، القاعده و داعش سعی خواهند کرد که کسانی رو که با آلمان میان به عنوان بازوی اجرایی خودشون در قلب جذب بکنه. شاید ادعی رو هم فرستاده باشن و این ادعا صحیح باشه. به هر صورت برای سیاست اروپا به خصوص و آلمان در رأس اونها فعال شدن در این که اصولا داعش و القاعده وجود نداشته باشند تا نتوانند دست به چنین اقداماتی بزنند هر روز حیاتی تر میشه. هر روز بیشتر متوجه میشن که این جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی و اعراب اماراتی در حقیقت مشوق اصلی وجود این نیروهای فاندامنتال اسلامی و از طرف سنی ها و حزب الله از طرف ایرانی هاست و باید این به این جنگ نیابتی پایان بدن. این کشورها باید با هم بر سر عقل و خرد بیان و یک سیاست دراز مدت همزیستی پی بریزن تا اروپا هم از این خطر در امان باشه. داعش و القاعده چیزی نیست و چیزی نمیتواند باشد اگر حامیان بین المللی نداشته باشه در بین سیاست‌های غربی، در بین اعراب و این جنگ ایدئولوژیک بین شیعه و سنی در اون منطقه جریان نداشته باشه. این رو همه میدانن ولی تا کنون شاید در رأس اولویتاشون نبود و الان به اولویت درجه یک تبدیل خواهد شد. متشکرم. آقای شریعت مداری، در مورد موفقیت آقای اوباما، موفقیت فعلی آقای اوباما که 42 تن از سناتورها مانع در واقع رأی گیری شدن در سنا و این برای اوباما یک موفقیت خیلی درخشانی بوده، ولی میبینیم که و گفته میشه که به این وسیله سناتورهای دموکرات میتونن از این شیوهی که در قوانین امریکا وجود داره به اسم فیلیباستر که فکر کنم در ایران ابستراکسیون اسمش رو گذاشته بودن و یا انجام نطقهای طولانی تا اونجایی که دیگه رأی داده بشه به کفایت مذاکرات و نتونن به رأی گیری برسند جمهوری خواهان، ولی جمهوری خواهان از پا نایستادند و امروز صبح گفته شد که قطعنامه ای رو در مجلس نمایندگان به تصویب رسوندن با اکثریت آرا
که محدودیت زیادی رو برای آقای اختیارات آقای اوباما به وجود میاره برای رفع و لغو بسیاری از تحریم هایی که امریکا روی ایران گذاشته. این جریان فکر کنید به چه سمت و سوی میره؟ آیا واقعا فکر کنید با چون امریکایی ها گفتن از هیچ شیوه مذر بخوام جمهوری خواهان گفتن از هیچ شیوهی برای شکست این برجام برنامه جامع اقدام مشترک کوتاهی نخواهند کرد؟ بله من متخصص قوانین آمریکا و قوانین پارلمانیش نیستم، ولی تا اونجایی که میدونم چون جمهوری خواهان در آوردن دو سوم آرا ناکام ماندن، استراتژی که دارن و از قبل فکر کرده بودن این هست که لوایح انضمامی به تصویب برسونن که با اکثریت ساده یعنی 50% به علاوه یک قابل تصویب باشه، و این لوایح چنان تنظیم شده که هر کدام سنگ راه مهمی در راه اجرای برجام باشه، و به این ترتیب آقای اوباما رو در این ماه‌های آخر دوره ریاست جمهوریش از اجرای برجام باز دارد تا اینکه اولا در انتخابات بتوانند برتری داشته باشند نسبت به حزب دموکرات، و ثانیا رئیس جمهور آینده رو متقاعد کنند که اگر بخوای بر همین روش پیش بری همین موانع بر سر راه تو خواهد بود. اینکه چقدر در این قضیه موفق میشن محل شکه، برای اینکه اگر سازمان انرژی اتمی گزارش مثبتی از کارهای ایران ارائه بده، سازمان ملل زیر اصل هفتم خودش عهدنامه رو اجرایی و عملیاتی خواهد کرد و تصویب نهایی میکنه، و اون وقت برای همه کشورهای عضو لازم الاجراست. در چنین شرایطی آمریکا با وضع بی نهایت بغرنجی منجر میشه، زیرا از یک طرف یک قطعنامه لازم الاجرای سازمان ملل متحد در پیش روست، و از سوی دیگر لوایحی که عملا رئیس جمهور رو از اجرای برجام فلج کرده. این که به کجا خواهد انجامید بستگی به این داره که در این روزهای آتی تا هفته آینده که هنوز مهلت برای تصویب این قطعنامه های اضافی این قوانین اضافی است، جمهوری خواهد چه کار بتونن بکنن. مسلما گروه آقای اوباما الان در حال لابی کردن تا جمهوری خواهد در قطعنامه های آینده نتوانند 50% به علاوه 1% رو بیارن. حتما آقای اوباما راحل های اندیشیده که در مقابل اونا چه کار باید بکنه، ولی همونطور که گفتم من متخصص این تریک های پارلمانی نیستم و این رو باید از افراد مطلع تری در این زمینه بپرسم. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعت مداری. آیت الله خامنه ای بار دیگر سر به زنگاه، مثل شیوهی رو که همیشه داشته، عملا رو در روی روحانی ایستاده و با نطقی که کرد به مسئله امریکا ستیزی، مسئله کمک به نیروهای به اصطلاح چه میدونم آزادی خواه در کشورهای مختلف و در واقع حمایت بدون قید و شرط از بشار اسدی که دیگه خودش مونده و دوتا گوشاش و هیچ امکان نجاتی واسش وجود نداره، و به علاوه وارد شدن روسیه به این گود و حمایت بدون قید و شرطی که اخیراً خیلی پررنگتر شده از طرف روسیه، این فکر نمی کنید که صحبتهای خامنه‌ای بار دیگر دستاویزی رو به وجود آورده برای مخالفین اوباما که بتونن اشاره بکنن به گفته های او و استفاده بکنن، و یک جایزه بزرگی بوده که به آقای نتانیاهو داده شده؟ بله کاملا این صحیحه، و شما دیدید که بلافاصله بعد از نطق آقای خامنه‌ای آقای نتانیاهو در لندن گفت که اگر هر گونه ابهامی هم در این قضیه بود، نطق رهبر جمهوری اسلامی نشان داد که ایران در صدد نابودی اسرائیل هست. به هر صورت حساب آقای خامنه‌ای شاید این بود که الان آقای اوباما در مجلس سنا و مجلس نمایندگان
برنده شده و به موقعیتی رسیده که من هرچی بگم اون نمیتونه عقب نشینی بکنه. حالا من با گفته‌های رادیکال طرفداران خودم رو در جهان اسلام و در بین خودی های جمهوری اسلامی تقویت میکنم و اونها رو از این شک در میارم که من آمریکا ستیزیم تعدیل شده یا مجبور به تسلیم شدم و آقای اوباما هم کاری نمیتونه بکنه چون خیلی از دست میده اگر بخواهد با من مقابله به مصر بکنه. ولی از این غافل بوده که جمهوری خواهان اسرائیل و عربستان سعودی و دیگران که مخالف برجام هستند هنوز نیروی کافی دارن تا برجام رو فلج بکنن و این همه انرژی که صرف به اینجا رسیدن این قرارداد شده تبدیل به هیچ بشه. بنابراین ایشون در این بازی خودش هم ناشیگری کرده و شکست خورده و در حقیقت بهترین زمین بازی را به حریف مقابل اهدا کرده و امروز ما در سنای آمریکا شاهدش بودیم و البته اگر این سخنرانی نبود شاید این رأی هم یعنی شاید بعضی از جمهوری خواهان هم مردد بودن و رأی ممتنع می دادن و رأی نمی آورد. خیلی ممنونم آقای مهندس شریعت مداری. قضیه پشت پرده چیست و چرا آقای خامنه ای که ضمناً به نعل و به میخ میزنه در تمام صحبت هایی که در این مورد میکنه ما دیدیم که یک انقلتی رو باقی میگذاره اون وسط، از جمله این که در همین صحبت و صحبت های قبلیش که با این برنامه به اصطلاح مخالفت کرده علارغم این که خیلی واضحه که اگر او موافق نبود کار تا اینجا پیش نمیرفت، تمجید و تحسین مذاکره کنندگان رو متذکر شده. این چه بازی است؟ چه منطقی پشتش هست؟ اگر منطقی هست به نظر من در حقیقت همه این منطقا نوعی بیمنطقی است، اما من سعی میکنم که این بیمنطقی رو که خود در خود منطقی داره در حقیقت تحلیل بکنم. به گمان من دو وجه این رفتار آقای خامنه ای داره. یک وجهش وجه منطقی و داخلی است، یکی بین المللی. در وجه بین المللی او میخواهد بزرگترین امتیازها رو تا میتونه کسب بکنه و این فقط یک به نعل و به میخ زدن ساده نیست. سعی میکنه که در حقیقت از آمریکا تا اونجایی که میتونه در فرایند اجرایی این قضیه امتیاز بگیره، برای اینکه نشون بده که اگر آمریکایی‌ها توقع زیادی داشته باشند او در موقعیتی است که میتواند برجام رو به هم بزنه. از طرف دیگه نگران اوضاع کنگره است و میخواهد اگر برجام به شکست بناس منتهی بشه او پیش دستی بکنه و نشون بده که اوست که ابتکار شکست و مانند ابتکار موفقیت برجام داشته و این آمریکایی‌ها نیستند که برجام به شکست رسوندن و بلکه این اراده خود اوست که جلوی اجرای شدن برجام رو گرفته و بنابراین هم مجلس رو آماده نگه داشته، هم در سخنرانی این رو میگه، هم شورای امنیت ملی رو آماده نگه داشته تا با اشاره او به مخالفت جدی با برجام بپردازند و با اشاره دیگر ممکنه که فتیله رو پایین بکشند و مخالفت نکنه. از طرف دیگه همونطور که در تحلیل های گذشته هم گفتم موضوع این توافق اتمی با وجود اینکه طرفین به دلایل کاملا قابل فهم میخواستن پرونده اتمی رو از پرونده مسائل منطقه‌ای دور از هم نگه دارن، سخت به مسائل منطقه‌ای در هم تنیده است. اصولا مخالفت اسرائیل و عربستان سعودی و اعراب با این موافقت نامه در بعد اتمی شدن ایران بسیار کمتر از این است که ایران ارتقاء جایگاه بین المللی بعد از انعقاد برجام پیدا خواهد کرد و به آمریکا نزدیکتر خواهد شد و اونها که 37 سال 38 سال از نبود ایران در سلسله نزدیکان آمریکا سود بردن و بسیار به آمریکا نزدیک شدند، این نزدیکی مجدد ایران تعادل اونها رو در منطقه به هم خواهد زد. به شدت از این نگرانند. آقای خامنه ای یک نگرانیش این هستش که هم چوب رو بخوره و هم پیاز و تحریم ها رو بگذاره کنار، ولی در سطح منطقه تا
تنش‌های منطقه‌ای به قدری او رو به عقب نشینی واداره که در اونجا هم شکست بخوره. بنابراین دائم داره به نعل و میخ میزنه تا اینکه این مذاکراتی که مخفی در سطح منطقه بین آمریکا، اروپا و ایران وجود داره و سرنوشت یمن و عراق و سوریه به خصوص به اونها وابسته است، در جهتی که میخواد پیش بره و بنابراین به آمریکایی‌ها چنگ و دندون نشون میده. یک جنبه داخلی هم داره و اون هم اینه که آقای خامنه‌ای به تدریج اهمیت خودش رو احساس میکنه از دست داده و میخواهد که این اهمیت رو در فضای داخلی و بین هوادارانش تثبیت بکنه. برای اینکه وقتی آقای روحانی دائما با او مخالفت میکنه، آقای خامنه‌ای دعوا رو به جایی میرسونه که یا آقای روحانی باید 100% مخالفت خودش رو با او اعلام کنه و یا تسلیم بشه. الان دعوا به این مرحله رسیده، آقای روحانی یا باید از یارگیری درون نظام کار خودش رو توسعه بده به یارگیری بین مردم، و یارگیری بین مردم همون پروسه ایست که آقای بنی‌صدر، آقای خاتمی و آقای موسوی وقتی شروع کردن با عکس العمل بسیار شدید سپاه و آقای خامنه‌ای مواجه شدن و مجبور شدن صحنه سیاسی رو ترک کنند. این یک بار دیگر یک آزمایشه که آقای روحانی هم با تجربه گذشتش دست به این خطر و ریسک خواهد زد، یا وقتی آقای خامنه‌ای نزاع با او را به این حد ارتقا داد تسلیم خواهد شد و جز سخنرانی هایی که گفتار درمانی است به اقدام عملی در یارگیری از بین مردم نخواهد پرداخت. در هفته های آینده ما می توانیم شاهد این باشیم که آیا آقای روحانی تدبیر کرده و سر خودش رو مخفی کرده یا به مخالفت خودش می افزاید و فصل جدیدی در مبارزه با ولی فقیه رو شروع میکنه. به هر صورت آقای خامنه‌ای اوضاع رو به جایی رسونده که برای آقای روحانی جز این دو گزینه راه دیگه باقی نمونده. آقای مهندس شریعت‌مداری، این مقابله با روحانی به خصوص در مورد انتخابات که کاملا مشخص هست که یک نوع رو در روی آشکار هست، امکان داره که منجر بشه به این که سرنوشت روحانی سرنوشتی بشه مثل سرنوشت کسانی که همونطور که نام بردید سعی کردند که یک گشایش هایی رو در وضعیت ایران، در رابطه روابط بین المللی ایران، در امور داخلی، در مسئله حقوق بشر حالا مدعی بشن و سعی بکنن که انجام بدن، یا اینکه واقعا روحانی با سوابقی که داره در این رژیم پشتوانه هایی رو داره که شاید بر اساس اون پشتوانه هاست که اینطور این صحبت ها رو مطرح میکنه؟ بله، ببینید با توجه به سابقه آقای روحانی که یک شخص امنیتی بوده و پایگاه اجتماعی بزرگی بر خودش نساخته، کوشش های مدنی نداشته که در بین جوانان پایگاه به خصوصی داشته باشه و بیشتر در حقیقت صحنه داخلی نظام رو خوب بهش مسلطه و میشناسه، و با توجه به این سوابقی که ذکر کردیم و ذکر کردید شاید احتیاط پیشه بکنه و خیلی پیش نره و در حقیقت فکر کنه که همین سیگنال هایی که در گفتارها به سوی مردم روانه میکنه در انتخابات مردم رو به سمت او و یارانش نزدیک خواهد کرد و بیش از این جلو نره. شاید آقای خامنه‌ای به همین حد بسنده کنه، ولی شاید حتی اگر ایشون پیش نره و قصد خامنه‌ای این باشه که مجلس آینده در تسخیر روحانی نباشه، سطح مناظره رو بازم بالاتر ببره و آقای روحانی رو منفعل‌تر بکنه. در اون حالت قابل حدس نیست که گزینه آقای روحانی چه خواهد. آیا روحانی خطر خواهد کرد و به جان خواهد خرید که با متحدین آقای خامنه‌ای و خودش یعنی سپاه، دلواپسان، بیت رهبری و رهبر به مساف برخیزد و به امید مردمی باشه که هنوز جذب نکرده، یا اینکه احتیاط پیشه خواهد کرد؟
این رو باید یک کمی بیشتر دنبالش رو بگیریم و ببینیم که واقعا در صحنه داخلی چه پیش میاد. به هر صورت بخش هایی از نظام که تفسیرشون اینه که نظام جمهوری اسلامی برای ماندن راهی جز گشایش فضای سیاسی و همکاری با مردم نداره، دیر یا زود مجبورن که به سوی مردم بیان، ولی موقع این کار رو خواهند کرد که جامعه مدنی چنان نشاطی داشته باشه که اونها یقین بکنن که با آمدن به سوی مردم نیروی مهمی رو جذب میکنن. اگر چنین احساسی رو نداشته باشن، به هر صورت این ریسک رو نخواهند کرد که خودی ها رو از دست بدن و مردم رو هم که نشاطی ندارن عملا نتونن به صحنه بیارن و احتمال این کار کمه. خیلی بسته به جنبش جامعه مدنی و فعالیتی است که تا آستانه انتخابات میکنه. آیا روحانی را تشویق خواهد کرد به این گزینه یا روحانی را ناامید خواهد کرد از رجوع به مردم، این بسیار مربوط به اینه که جامعه مدنی با چه آهنگی با چه شجاعتی به صحنه بیاد و مطالبات خودش رو چقدر آشکار مطرح. خیلی متشکرم آقای مهندس شریعت مداری. یکی از سران سپاه که الان کناره گیری کرده، امروز مثل اینکه نامه ای نوشته و از آقای خامنه ای خواسته که در واقع انتخابات آزاد رو اجازه بده و این نظارت استصوابی رو در واقع کنار بگذاره. در این رابطه صحبت هایی هم از جانب آقای رفسنجانی شنیدیم. آیا رفسنجانی هنوز فکر میکنید در صحنه سیاست ایران موقعیتی داره یا اینکه باید او رو تمام شده تلقی کرد؟ حدود 3 دقیقه وقت داریم، اگر لطف بفرمایید توضیح بدید. بله، نه خیر، رفسنجانی تمام شده نیست. رفسنجانی به هر صورت از استوانه های این نظام هست و عده زیادی در شرایطی که نزدیکی به رفسنجانی ریسک حذف شدن رو بر خودشون نداشته باشه و اون نزدیک خواهند شد و در شرایطی هم که این ریسک رو داره حداقل پنهانی از او حمایت میکنند. اما این به این معنی نیست که این انتقادات در مورد این نظارت استصوابی که از ابتدا خلاف قانون بوده و خلاف قانون اساسی خود جمهوری اسلامی بوده، به عنوان یک حق مکتسبی که شورای نگهبان از دوره 4 به بعد عمل میکرده، به این راحتی حذف بشه. حذف چنین اصلی مستلزم یک همکاری بین بخش‌های ناراضی نظام، جامعه مدنی، فعالان سیاسی و فشار جامعه بین المللی است. این کارها و این نقزدنها شروع شده و خوشبختانه انتخابات آزاد رو که سالها ما تعقیب میکردیم اکنون بر سر زبانها، حتی بر سر زبان عمرای ارتش هم جاری است. ولی این که آیا در این دوره بتوان اون رو یک پروژه اجرایی کرد و نظارت استصوابی رو که بزرگترین اهرم حفظ تعادل اونهایی است که رهبر انقلاب میخواهد در نظام باشند، از دست رهبر انقلاب گرفت و به دست دولت سپرد، بسیار سخته. و من فکر میکنم که شاید این بار عملی نباشه، هرچند که مبارک است چنین گفتمانی در جامعه و خوب است که بخش های بزرگی از دولت هم پشت چنین گفتمانی هست. آقای مهندس شریعت مداری، بی نهایت سپاسگزارم. به شما شب بخیر میگم در آلمان و تشکر میکنم از شرکتتون در برنامه. امیدوارم در آینده نزدیک ما بتونیم باز از نظرات شما بهره‌مند بشیم در این برنامه. منم از شما تشکر. بی نهایت متشکرم. در اینجا برنامه گلگشت به پایان میرسه. تا هفته آینده که با مهمان ارجمند دیگری در خدمتتون خواهم بود، خداحافظی میکنم و میگویم روز و روزگار خوش، با تشکر مخصوص از همکار خوب قسمت فنی آقای سپهر خسروی عزیز. روز و روزگار به شما خوش.